سلام، خیلی خوش برگشتین به کانال خودتون. آیتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ ترک توف از موئر. اگر جنگ خواهی و خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن، بگو تا سوار آورم زابلی، که باشن با خنجر کابلی، بر این رزگرشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، ببینی تگاپوی و آویختن. خیلی خوش برگشتید به مدبس مدبکس چیشو چالم. ترک اومده از موه، ترک جدید به نام توف گوش خواهیم داد. کاور آرتیش از ادریسیه و بیت پرودوسر و ساند انجینیرش هم که پدرام آزاد عزیز کارش انجام داده. کاوری که میبینیم خون گریه میکنه. نمیدونم باید چیم برو بریم. خونه چشو پف، حال و روز خوف، اخبار تو مخی شخت. دیدی گفتم؟ اصلا همین خونه چشو پف. خونه چشو پف. فکر کنم کاور به این که دل خونیم. آره. چشمون عشق و خونه دیگه. و این اصلا توف نیست، این فکر کنم همون عشق و خونه دیگه، چشه نیست. ببین همیشه میگن که دلمون گریستنه. خونه چشمون گریم که میگه خونه چشا. خب میتونم به این که دیگه انقدر دلمون خونه که عشق میزیم یا به این چشمایی که زدن و آها تخلیه شد متاسفانه. آره. به اونم چشاشش چشا پف، حال و روز خوف، اخبار تو مخی شخت. هی توف مخه هنگه هنگه خوف، روزبونم هی کف، روزامون رفه چخ. هی تو کی میتونه چی میشه، کارو بارا پیچیده، شبی قبلش نیدی که بارو. هی تو بعد چقدر روزامون رفه چخ. غم و غم و یأس در ترکه و صدای جوی یأس فلش. در ظاهرم اگه بخندیم این روزا، ولی توی قلبت اون اعماق وجود یه چیزی همچنان آزاردهنده وجود داره. حداقل من اینجوری احساس میکنم. خب به خاطر اینکه هنوز نرسیدیم به چیزی که میخوایم. دقیقاً. تو چشمان یکیان و نیکا، ابول فضل و سارینا، انانه و شهیدا. تو یکی در میون میزنه قلبم، چجوری انقدر بیمرفتم، نشونه رفت و افتاد یه بچه، یه ایران و میده یه فریم اکس شکنجه. گلن یکی دماده همین داستان داره میگه. دقیقا داره راجعه میگه و قشنگ امضای پدرام آزاد رو متوجه میشم در موزیک. دقیقا ها. ببین پدرام آزاد دقیقا تجربیات راک گونه جا همه تو موسیقی رپ ایران میبینی وقتی کار میکنه. خب من فکر میکنم که اونجور احساس میکنه. مثلا این کورس رو تو ببین، صد در صد کورس رو ببین. ای کاش دویکس همچنان تو اون فرمت کار میکنه. یه ایران رو میده یه فریم اکس شکنجه، یه قطر خون چکید از هلال رنگین کمون، که یه سال دیگه هم باز بشه سنگین تموم. قرمز شد حوض حیات، زردش رنگ صورتا، سبز لباس فرم سران، آبیشم مهر عزا. اون درخت پیر زغال و بعدش دود تو هوا، شاخه ها چوبه یه دار، تن و تاب کودکا. خیلی چیزی تاریک و افسرده است. واقعا خیلی بخچشو کندن، سینه یه قبرم سنگینه، هوا هوای آبان با این که فروردینه، هوا هوای آبان بیمهمون. اینو قشنگو آبانی که چقدر یاد نمیره. آبان همین سال گذشته هم همین بود، ولی آبان بله آبان ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم. هوا میگه فروردینه، ولی با این که فروردینه ولی هوا بهاری نیست هنوز. هوا هوای آبان با این که فروردینه، ایفون بی مهمون میزبان شیشه خورده، مستجر قبلی زندگی ها رو میتکونده، تو راه رو آشی حال و آه سینه سوزه.
خرابش میده بوی خونه بی تو. خونه چش و پف، حال و روز خوف، اخبار تو مخی شاخت. کورسشو آره، کورسشو واقعا دوست دارم. یعنی تا اینجا با کورس خیلی حال کردم. ای توف مخه هنگه هنگه خوف، رو زبونم هی کف، روزامون رفه چخ. ای توف کی میدونه چی میشه، کارو بارا پیچیده، شبی قبلش نیدی که. ای توف چشمای کیان و نیکا، عبال فضل و زارینا، هنانه و شهیدا. ای توف هی توف هی توف هی توف هی توف. شروعش که کلن با این بازگویی اینا حال روزمون گفتش، اسم بچه ها رو برد و حالا بکنم که دیگه آتوش هم ازش باز هم کار که با حال بگش. یه نکته ای که باید حتما اشاره کنیم که همچنان آرتیست هایی هستن مثل موئه که اشاره هایی میکنند و به نظرم درسته که ترک ها با ساندای مختلف، ساندای حالا متفاوت امروزه داره پاپلیش میشه، ولی هر از گاهی وقتی این ترک ها باشه اون امیده رو نشون میده و اون چیزی که گفتم همه همچنان در اعماق وجودشون همه اکثرا احساس میکنن وجود داره، زنده میمونه دیگه. و این دم مهرگر واقعا. یکی در میون میزنه قلبم، چجوری انقدر بی‌معرفتم، نشونه رفت و افتاد یه بچه، یه ایرانو میده یه فریم عکس شکنجه. یه صدای چی بود؟ یه آتروشیم دیگه. آره. یه صدای مثل مودم بود. آره قدیم. یه چیزی شه اینه میبینی؟ انگاه ارتباطیه که داره بغل نمیشه یا داره قطع میشه. فکر کنم یه اشاره اینجوری بیام. هم قطعه که تو کاورشون هست انتهاش با حال بودش. آهنگسازیشو که خب دوست داشتم، من میشه با کورس خیلی حال کردم. آره و اینکه همین که خب بالاخره به قول فرزاد تو این مابین بیای همچنان به این مسئله بپردازی و یادآوری کنی و اینا قشنگه. دم مهرگر، دم مهرگر. شما بیایی نظرتون بریسیم در مورد این چرک. آره این ترک ها هر از گاه این ترک ها اینجوری همچنان باشه خوبه و هیچ حرفی راجبش نمیشه زد، مگر اینکه به خاطر اینکه به هر حال ارزش این کانتنت این شکل انقدر آره خوبه. آره کانتنتش و اینه که بازم دم بچه و تیمی که کار کردن روی ترک گرم، حتما که منتظر نظرات و کامنت های شما زیر این ویدیو هستیم. دم همه ایرانی هایی هم در کل دنیا که همچنان پرچم بال نگه داشتن، مخصوصا بچه که تو ایران هم میدونی قلب ما هر لحظه با شما همراه. این روزا خیلی زیاد، مواظب خودتون باشیم، دوستتون داریم، خدافظ.